پروردگارا، عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردان. خدایا دم آخر ما را دم راحت بگردان. کس نمی داند که وقتی جان سپاری حال چیست، خون دل با غصه مردن خور و غمناک رو. خدایا عاقبت کار ما را باز دعا میکنیم که به خیر بگردان. میخواهم یک سخن ابن عباس را به شما تحلیل کنم. ابن عباس که این مفسر است، محدث است، خیلی عالم برجسته است و همنشین پیغمبر خداست، صحابه پیغمبر بودند. فرزند عباس میگویند، لکن اصل نامش عبدالله است. عبدالله فرزند عباس. در فضیلت ابن عباس در حدیث های صحیح بخاری می آید که خود ابن عباس یعنی عبدالله می گوید که روز پیغمبر خدا داخل خلاجا شدند، حاجت خانه در آمدند برای قضای حاجت. من بیرون حاجت خانه آب را تیار کردم برای طهارت کردن پیغمبر خدا. وقتی پیغمبر خدا میگد از حاجت خانه بر آمدن و آب طهارت دیدن، گفتن این آب را کی گرفت؟ در اطراف میگد صحابه ها بودن، گفتن این عبدالله ابن عباس بحر شما گرفت. پیغمبر خدا میگد دست برداشتن، گفتن اللهم فقیه فی الدین، خدایا همین عبدالله ما را عالم حدیث و عالم فقه در اسلام بگردان. حضرت در حق امین عبدالله ابن عباس چنان دعای مبارک کردند و این دعای پیغمبر خدا اجابت درسید و عبدالله ابن عباس یکی از مفسرا و یکی از محدثای خیلی برجسته دوره پیغمبر خدا بودند. روز یک گروه مردم نزد همین عبدالله آمدند، ابن عباس، گفتند ما خیر الایام و ما خیر الشهور و ما خیر الاعمال. ای عبدالله، ما از تو سه سوال داریم و می خواهیم جواب او را از زبان شیرین شما بشنویم. گفتند مرحمت چی سوال است؟ گفتند بهترین روز کدام روز است؟ بهترین ماه کدام ماه است؟ و بهترین عمل بنده کدام عمل است؟ ابن عباس جواب دادن خیر الایام یوم الجمعه و خیر الشهور شهر رمضان و خیر الاعمال الصلوات الخمس لوقتها. عبدالله ابن عباس چی گفتند؟ گفتند بهترین روز روز جمعه است، بهترین ماه ماه رمضان است و بهترین عمل بنده در نزد خدا محبوب ترینش پنج وقت نماز انسان در وقتش ادا کند، این محبوب ترین عمل به سوی خداست. فمذا على ذلك ثلاثه ايامين. بعد این جواب عبدالله ابن عباس سه روز گذشت. این مردمی که سوال کرده بودند با یکی از دامادهای پیغمبر خدا حضرت علی روبرو شدند. گفتند علی، ما از عبدالله ابن عباس سه سوال کردیم، با ما چنین جواب گفت و همین سوال را از تو باز پرسان میکنیم، چی میگویی؟ حضرت علی گفتند لو سئل العلماء والحکما، اگر شما تمام علما، تمام حکما و الفقها، تمام دانشمندها من المشرق الى المغرب، اگر شما از مشرق تا به مغرب تمام این دانشمندها را پرسان کنین، لما اجابوا
بمثل ما اجاب به ابن عباس. مثل جواب ابن عباس شما نمیابین، بهترین جواب به شما خبر داده است. ولیکن من میگویم، من به شما چنین جواب میگویم. ابن عباس گفتند بهترین عمل پنج وقت نماز در وقتش ادا کردن از حق است، لیکن من میگویم که خیر الاعمال ما یقبل الله تعالی منک. بهترین عمل حضرت علی گفتند همان عملی هست که خدا وی را از شما قبول کند، وی بهترین عمل است. اگر ما پنج وقت نماز ادا کنیم، اگر ما روزه مبارکه یک ماه مکمل روزه گیریم، اگر شب تا به روز نماز خوانیم، مادام خدا قبولش نکند، وای در کجا بهترین عمل می شود؟ حکایه هست که وقتی که ماه رمضان انجام یافت، تمام صحابه ها خرسند بودند، زیرا که روزی پاداش بود، روزی گرفتنی خیر و احسان از جانب خدا بود. صحابه اینا درک داشتند، لکن علی گریه میکرد. گفتند علی امروز روزی خرسندی است، روزی هست که خداوند در نامه اعمال ما پاداش نیکی می نویسد، چرا گریه میکنی؟ گفت من از روزی خرسندی درک دارم، لکن این غم ما و دقت من و گریه من برای اون است که این یک ماهی که من صائم الدهر، من صائم و صائم این یک ماه بودم، شب دراز نماز میخواندم، آیا این را خدا قبول کرد یا نکرد؟ من برای این غمگین بودم. ابن عباس گفتند بهترین ما ماه رمضان است، حق گفتند، لکن من میگویم خیر الشهور ما تطوب الی الله توبه نصوحا. بهترین ما گفتن حضرت علی همان ماهی هست که بنده در همان ماه توبه به سوی خدا میکند، بنده در همان ماه اصلاح میشود، بنده حقانی میشود. این بهترین ماه برای بنده نمیگذارد که سین سال من که به پیری که رسید بعد بندگی خدا را میکنم. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، مگو ای تشنه فردا آب نوشم، با پیری در رهی طاعت بکوشم. با بوی پیری چندین نوجوانی برفت به توبه از این دار فانی. بسیاری آدم ها بیچاره فریب خوردن، در وسوسه شیطان افتیدن. پیر کی شدیم عبادت خدا را میکنیم، حالی جوان هستیم جوانی میکنیم، لکن این وسوسه شیطان عجل ناگهان بالای اونها هجوم کرد و اونها را بی ایمان و بی توبه از دنیا برد. در دوام گفتند حضرت علی، علی کسی بودند که پیغمبری خدا گفتند انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علم هستم، دروازه شهر حضرت علی هستم. گفتند حضرت ابن عباس گفتند بهترین روز روز جمعه هست. من چی میگویم؟ من میگویم که خیر الایام ما تخرج فیه من الدنیا الى الله تعالی مؤمنا بالله. بهترین روز حضرت علی گفتن همان روزی هست که بنده وقتی که از دنیا میگذرد ایمان با خدا داشته باشد، این بهترین روز است گفتن. البته آخری همان منظره های حیات ما و شما تصور کنیم که چه حالت مشکل بالای ما و شما می آید، چه از بیماری، چه از لذت مرگ، چه از کندن جان. عزیزانی که از گریه نیاسود، همه اندوه و خوفی خاتمه بود. این عزیزای ما و شما برای چی اینقدر گریان بودن؟ چرا اینقدر لاغر بودن؟ چرا اینقدر ترسان بودن؟ زیرا از خاتمه می ترسیدن، خاتمه کار چگونه انجام می یافته باشد.
عزیزانی که از گریه نیاسود، همه اندو خوفی خاتمه بود. ندانی که دمی آخر چی حال است، از این تازیر گورت صد سوال است. تا وارد شدن این خانه آخرت مان صدها امتحان خدا باز بالای ما و شماست. از این امتحان میگذریم یا نه؟ این ایمانی که با ماست این سلامت میبریم یا نه؟ اینش کسی نمیداند. ابو بکر و راکی را خدا رحمت کند میگد وقتی از دنیا گذشتن، وقتی از دنیا گذشتن بسیار آدمی زاهد بودند، بسیار آدمی شب زنده دار بودند، بسیار عالمی کلام بودند و بسیار شاگردهای زیاد تربیه کرده بودند. وقتی از دنیا گذشتند، شب میگوید حضرت مولوی در معدن حالش این قصه را حکایت میکند، شب میگوید یکی از عزیزان خدا این ابوبکر وراقی را خواب دید. در خوابش دید که ابوبکر بسیار چهرهش زرد است و بسیار حالش خراب است. این عزیز خدا میگوید پرسان کردم ابوبکر، این ابوبکر داماد پیغمبر نیست، این ابوبکر وراقی هست. ای ابوبکر، چرا چهره تو زرد است؟ چرا اینقدر غمگین هستی؟ آخر تو در دنیا عالم بودی، تو در دنیا زاهد بودی، تو در دنیا اینقدر از خدا می ترسیدی، آیا عذاب قبر بالای تو هجوم کرد؟ حضرت ابوبکر وراقی گفتن نه، گفتن الحمدلله که من به مجرد که وارد قبر شدم، قبر مرا خداوند به باغ از باغهای جنتش مبدل گردانید. من از نعمتهای خداوند هر روز استفاده میکنم، این چهره زرد من دیگر معنا دارد. حضرت مولوی اینا در نظم در آوردن. ابوبکر چی گفتن؟ حال ما و شما را دیده به ما و شما خبر دادند، خنده ما و شما را دیده، غفلت ما و شما را دیده، بی‌پروایی ما و شما را دیده، چی گفتند؟ ندارن یادی مرگ از عیش و مستی، ندارن یادی مرگ از عیش و مستی، همه غافل زی حق اشکم پرستی. با گوریستان از آن روزی که خوابم، حضرت میگوید زمانی که من در گوریستان مهمان شدم، شما ای بنده های اشکم پرور، ای بنده هایی که فقط عیش عشرت شما دوست میدارین، غمی قبر و غمی قیامت در فکر شما نیست، از روزی که از شبی که من در قبرستان مهمان هستم، ندارن یادی مرگ از عیش و مستی، همه غافل زی حق اشکم پرستی، دل و جانشان اسیری مهر دنیا، نمی سازن یاد عشق مولا. با گوریستان از آن روزی که خوابم، چونین در گریه و حال و تباهم، که هر مرده بیارن سوی گوریستان، ندارد ده یکی او نور ایمان. ابوبکر وراقی گفتن این غم من، این چهره زرد من این است که هر کسی که همسایه من در اینجا می شود، از ده یکش ایمان نمی آرد، به ایمان می آیم. از خاتمه باید همه ما و شما ترسان باشید. بهترین روز ما همان روز باشد که ما و شما ایمان با خدا داشته باشیم و سفر به سوی خداوند داشته باشیم. این بهترین روز برای ما و شماست. عبدالرحمن جامی میگوید به سر گوری یکی رفتم و گفتم چونی؟ یکی از مسلکان من، یکی از رفیقان من از دنیا گذشت. من خواستم که از احوال وارد قبر او آگاه شوم و از او پرسان کردم
بسری گوری یکی رفتم و گفتم چونی؟ احوال چیگونه است؟ گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی؟ ای جامی گفت من چگونه این داخل قبر به تو وصف کنم؟ تا اگر انسان در این داخل نه در این داخل قبر وارد نشود وای از احوال قبر درکدار نمی شود. این از سخنی عبدالله ابن عباس. آمین یا رب العالمین.